بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان روان وضعیت په تړاو نن د اوسلو د غونډې دویمه ورځ ده چې لا هم روانه ده. دا غونډه تیره ورځ ناوخته د ناروې هیواد په پایتخت اوسلو کې پیل سوه چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو د شخړو او پرمختګونو په اړه خبرې وسوې. ویل کېږي چې په یاده ناسته کې به تر ډیره په بشري برخه او د ښځو او نجونو د کار او زده کړو د حقونو ورکولو په اړه له نړیوالو سره د اسلامي امارت د کړو ژمنو د عملي کېدو په اړه بحثونه وسي. ویل کېږي په دې غونډه کې د اسلامي امارت درې استازو هم ګډون کړی، خو اسلامي امارت په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې تړاو خپرونه کې راسره د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل میلمه دی. پوپل صاحب په خیر راسئ، دا غونډه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض مطلب شما جناب لطیف، یک سلام خوب دوستان خود من مرات افغانستان در هر گوشه از جهان هستی که هستن، امیدوار هستم آرام و صحتمند باشن هم برای اعضای فامیل های محترمشون. شکر. ای آن که مرا سر بلند آفریده ای، جز آستان تو سر به کسی خم نمی کنم. خب طبعا اگر امروز در اسلو پایتخت نروژ یک پیرامون موضوعاتی که جهان از او ابراز نگرانی داره نشست برگزار شده، نماینده های از حکومت فعلی افغانستان هم اوجا حضور به هم رساندن و موضوعاتی را که در این نشست مطرح بحث است، موضوع دموکراسی هست، حقوق بشر هست، موضوع بخش بیت کوین هست، هوش مصنوعی هست، موضوعاتی را که کشورهای جهان از او ابراز نگرانی میکنن، میجه دور هم جمع میشن که چطور راه حل های بر برون رفت از این معضلات پیدا بکنن. و موضوع افغانستان هم موضوع حقوق بشری و موضوع حق کار و موضوع حکومت همه شمول طبعا به ادامه صحبت ها و صحبت های می داشتند. و به همون اساس وقتی که ما موضوعات را یادآور شدن و ما و شما شنیدیم، اونجا گفته شد که در حاشیه این نشست هیئت اعزامی افغانستان که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هست، اونجا در اونجا همراه هیئت رهبری نروژ هم میبینه. و وقتی که در حاشیه صحبت ها نشست های با سیاسیون نروژ مطرح بحث است، پس این نشان میدن که کشورهای اروپایی آمریکایی در قبال نزدیک شدن موضوعات سیاسی افغانستان کدام برنامه ها دارن. و طبعا اگر ما یاد شما یاد ما و شما باشه، پارسال هم این یک نشست انجام شد و در اون نشست خود سرپرست وزارت خارجه افغانستان جناب متقی صاحب حضور داشت. ما دیدیم که در حاشیه کنفرانس صحبت های مطرح بحث شد و حکومت فعلی افغانستان بر جامعه جهانی تعهدات سپرد که بر مبنای رفع معضلات در افغانستان و قدم هایی را میور داره. خود طبعا در حاشیه این نشست و در جریان این نشست و گفتمان که برای سه روز هست، هیئت افغانستان باید به کشورهایی که در اون نشست حضور دارن همو پیام هایی داشته باشن که در طول این یک سال در که گذشت کدام قدم ها برداشته شد در راستای حل مشکلات که در افغانستان موجود بود. و کسایی که اونجا سخنران هستن و او هم طبعا اکثر چهره های هستن که طبعا نزدیکی فکری با حکومت فعلی افغانستان ندارن، خاصتا کسایی که علیه حکومت ایران او صحبت هایی داشتن و صحبت هایی دارن و حالا هم میگن، از جمله سخنان ها او میباشه. او به نحو موضوع حکومت داری در افغانستان و در ایران را یک چالش میبینن و طبعا کوشش خواهد بکنن که هیئت افغانستان که رفت اونجا چالش بکشن. ولی افغان سیاست د نور غوند په تړاو ډیر غوند جوړ سوی دی، څومره ارزښت به ولري د غوند یا تاثیرات به څومره وی په افغانستان کې؟ در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث هست. مهم ای است که ما چطور تعریف منافع خود را، مردم خود را در این تقابل جهانی داشته باشیم. وقتی که موضوعات داخلی خود ما در داخل افغانستان حل نمی سازین و او را اجازه می دهیم که کشورهای دیگه برای خود دستاویز بگیرن و بر حکومت فعلی افغانستان اعلام بکنن که شما موضوع حقوق بشر و موضوع اقلیت ها را، موضوع تعلیم را شما حل بسازین، ما با شما گام های مثبت را می بردارین. با وصف از اینکه زمان حکومت فعلی افغانستان میگه که بر مبنای تطبیق شریعت ما عمل میکنین، انتوی دل امانت لأهلها را قرآن میگه. زمانی که ما مبنای تحصیل را مطرح بحث قرار میدین، وقتی که ما منبر بالا میشین و حدیث را روایت میکنین و او حدیث را ام المؤمنین روایت کرده، پس این حدیث را ام المؤمنین در محضر رسول الله یاد گرفته. زمانی که موضوع حق کار زن را مطرح بحث ما قرار میدین، از تجارت خانم خود ام المؤمنین حضرت رسول الله خودش سرپرستی میکرد. خب مشخص است حق کار زن کجا هست. وقتی که ما بحث دموکراسی را مطرح بحث قرار میدین، حق شهروندی مطرح بحث قرار میدین، بلال حبشی به عنوان یک سیاپوس به بام خانه کعبه رفت و اوج ندای الله اکبر سر داد. پس وقتی که ما تطبیق شریعت را در حاکمیت خود داشته باشیم، هیچ کمی و کاستی نی در قبال تحصیل هست، نی در قبال حق شهروندی هست و نی در قبال حکومتداری هست. امیدوار هستم این مشکلات را حکومت فعلی افغانستان با داخل افغانستان حل بسازه که بر کشورهای فرامنطقوی دستاویز نباشه که ما شما را به رسمیت میشناسیم، شما این مشکلات را شما حل بسازین. مبنای حکومت همه شمول را که جهان میگه و مردم افغانستان به هم بسیار زمین تا آسمان فرق میکنه. بله ما هم میگیم در افغانستان باید حکومت همه شمول داشته باشین. حکومت همه شمولی که از اسلام قلعه شروع شود. شهر افغانی شهر حسنه حکومت طول شمول نیست. ببینید
حکومت هم شمول ما میگن از اسلام‌آباد تا بطلخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز مردم در روز سهم داشته باشن، نخبه ها در روز سهم داشته باشن، متخصصین و متعهدین در روز سهم داشته باشن. در گذشته هم از همین میز بارها بالای رئیس جمهور صدا میکنین، بالای معاونین صدا میکنین که حکومت داری را قومی و گروپی نسازین. اگر مردم با شما بود ارگ و سپیدار هست، اگر نبود ارگ و سپیدار نیست. امروز همو ارگ و سپیدار هست، رئیس جمهور معاونینش نیست. و در ارگ و سپیدار کسایی هست که دیروز به خاطر صلح در دوحه صحبت میکردن و باز هم از همین میز بالای هیئت رهبری امارات اسلامی ما صدا میکنن در جمهوریت که دوحه دور است، افغانستان بیاین که ما و شما در افغانستان پیرامون صلح و جنگ گپ بزنیم. امروز خوشبختانه او در افغانستان هستن. کسایی که پشت صلح میگشتن، پشت آرامش میگشتن، حالا او در افغانستان نیست، او در کشورهای فرامنطقوی هست. موضوعات افغانستان پیچیده است که بسیار پیچیده است که او چطور ما بتونیم ابعادش مشخص بسازیم. اینجا ما میگیم ما هرگاه بر مبنای تعریف واحد از منافع ملی خود گام برداشتین، حکومت همه شمول بر مبنای حضور مردم داشتین، وقتی که امارات اسلامی میگه مبنای حکومت داری، ما بر اساس تطبیق شریعت هست. حکومت داری امانت هست، امانت از ملت افغانستان هست. و وقتی که حکومت امارات اسلامی میگه ما حکومت را به زور نگرفتیم، دیروز هم در یک برنامه بود که ویژه برنامه بود، اوجا وزیر دفاع افغانستان جناب مجاهد آمده بود که شاید که امشب یا فردا پخش شود، اوجا خودش به وضاحت یادآوری کرد که ما زمانی که به دروازه ولایت آمدین ما به زور تفنگ نگرفتیم، هیچ کس اما مقابل ما استاد نشد که ما همراهش جنگ بکنیم. حتی گفت ما به عساکر خود گفته بودیم هر جا که نیروهای امنیتی دفاعی به مقابل شما استاد شد، شما پیش نرین ازو کده همونج استاد شوین. گفت وقتی که ولایت ها سقوط کرد کسی مقاومت نکرده بود. پس این کی بود؟ فرزند یک مادر، شوهر یک خانم و فرزند یک پدر بود که در این جغرافیا زندگی میکرد. گفتن که جنگ راه حل نیست، بیاین ما حکومت بر مبنای خواسته های مردم خود داشته باشین. پس اون ملتی که در طول 20 سال نان خوردن خود در قریه و قصبات و ولسوالی ها با عساکر امارات اسلامی تقسیم کرد، امروز ما و شما عضو این جامعه هستین. ما وقتی که به خانه میرم به عنوان کسی که یک روند سیاسی را مدیریت میکنم، به عنوان کسی که صدای مردم خود هستین، دخترم امتحان داد تپ کامیاب شد، حالا به خانه ششته هست. 22 ماه میشه ما منتظر هستیم که چطور شوه این مشکل حل شوه. او بعد حال سمستر 4 خود می بود که باز یک خدمت را به جامعه خود میکرد. ما برای سوال ندارم، دختر دیگه این صنف پایینتر مکتب است، سال بعد میگه من صنف 6 میشم، با سال دیگه چطور کنین؟ بر ما و شما معلوم نیست که سرنوشت آینده تحصیلی اولاد ما و شما به کجا میره. این خب بر ملت افغانستان یک تشویش هست. بله شغل افغانیار دغه د تعلیم په تړاو تاسو خپل خبري وکړلې. نن هم بل عمل ته د ایرات ولایت کې د ترکمنستان څخه کومي ډاکټران راغلي تعلیم په برخه کې ول اسلامي امر جدي ګامونه نه اخلي. اوس دا د افسوس ځای دی چې د ترکمنستان هیواد څخه افغانستان هرات ولایت هغه ولایت چې د افغانستان کې تر ټولو غټ ترينه ولایت کې راځي، الته راځي تداوی کې د افسوس خبر نه ده ول اسلامي امر په دې برخه کې جدي ګامونه نه اخلي. در طول 22 ماه حاکمیت امارات اسلامی روزانه 3-4 برنامه مشارکت داشته و هیچ برنامه نبوده که بلاش صدا نکرده باشه. بله حکومت ها زمانی موفق هستند که به ملت خود مراجعه بکنند. ملت افغانستان 99.99% مسلمان هست و شعائر دینی را قبول دارند، میگن او را بسازید. اگر هدف ما و مشکل در موضوع نصاب بود، این باید وقت موضوع حل میشد. اگر ما ایره اجازه بدیم که ایره یک جهان فکر بکنه که حکومت فعلی افغانستان به خاطر رسمیت شناسی مردم خود نمیمانه تحصیل بکنه، ایجاد فاصله ایجاد میشه. وقتی که شما 2 میلیون دختر را نمیمانه مکتب برای چیز کم 2 میلیون، این 2 میلیون اگر 1 میلیون خواهرش باشه، 1 میلیون برادرش باشه، این میشه 4 میلیون. 4 میلیون و 2 میلیون شد 6 میلیون. یا باز یک پدر و یک مادرش هست میشه 8 میلیون. اما خوشبختانه افغانستان هر فامیل 7-8 نفر است. بالکل. عملا ما آمدن میلیون ها نفر را از خود دور ساختیم و به صدها هزار دختر ای وطن که وا در سمسترهای پنجم و ششم و یا هشتم و دهم طب و اقتصاد و بخش های دیگه بودن، ایا بعد فارغ می شدن حالا. اما او امروز در خانه ششته هست. وقتی که ما میای بمباردمان صورت میگیره، تیاره نظامی پنجابستان پرواز میکنه، میای اعلام میکنه و وزیر خارجه داخلش که همین کسی که آمد کنر را بمبارد کرد یک زن بود. بله وقتی که موضوع صلح و صحبت و گفتمان مطرح بس میشه،
هینو ربانی رو میدان هوایی روان میکنن، شما برن آدرس چی گپ بزنین، شما سوال گپ بزنین. بله. خب به نحو او پیام های خود را بر ما میرسانن به شکل استخباراتیش. بله. وقتی که در کنر میایه زلزله میشه، سیلاب ها میشه، بله. باز پنجابستانی ها میگن ما برای شما دکتر زن روان بکنین یا مریضای خود شما روان بکنین، ما اوج تداوی بکنین. خب برای ملت افغانستان که میگن ما 5000 سال تاریخ داریم، جای شرم هست که امروز پنجابستانی، ایرانستانی، ترکمنستانی او بر ما بگه که ما شما را تداوی میکنین، اما ما زمینه های تداوی در کشور خود و تحصیل در کشور خود مقید بسازین. بله. و مقیدی که دورنمایش مشخص نیست، فردا خلاص میشه یا پس فردا خلاص میشه. بله. و چرا ما به جهان اجازه بدین که جهان بر ما بگه که ما شما را به همین خاطر به رسمیت نمیشناسین که شما این فشارها را شما اعمال کردین؟ اما این مشکل، مشکل داخلی افغانستان هست. بله. امیدوار هستم که حکومت فعلی افغانستان در یک اجماع سیاسی مشکل تحصیل را، مشکل حق کار را حل بسازه و برای یک مکانیزم بسازه و به اساس اون مکانیزم. بله، اساس به نظر شغل افغانیار په 22 میاشت که یو مکانیزم نه جوړیده، دا کورنۍ لسوه نه دي کنه بهرنی لسوه. ببینید اگر هدف مکانیزم باشه، امروز ما هم که در پلوی تپ چند پانزه دیگر خانم معلومات داریم و هزارها مثل ما و از ما کده بسیار نخبه ها هستن. ما حاضر هستیم که در راستای ساختن مکانیزمی که هم عرف و هم انعنات و هم موضوع فرهنگ افغانستان مد نظر باشه، با حکومت همکاری بکنین، برشان طرح بدین، برشان برنامه بدین و باید این را قبول بکنن. تا فعلا خب ما نشنیدیم که از کسی خواسته باشه حکومت فعلی افغانستان که شما مکانیزم و راهکار را بر ما بدین که ما بر اساس از او یک راهکار بسازیم برای خاطر حل معضلات تحصیل در افغانستان. بله. میگن جنبه شرعی، اگر هدف تفکیک صنف بود، خب صنف ها تفکیک شد. بله. اگر تایم بود، تایم تفکیک شد. بله. اگر موضوع ما میگیم که موضوعات نصاب هست، خواهبو نصاب را بچه ها میخونه. بله. اگر در مکتب هست، بله. همون نصاب برای بچه هم هست، برای دختر هم بود. اگر در پانتون هست، طب میخونه. بله. همون نصاب برای بچه هم هست، برای دختر هم هست. چطور برای دختر اجازه نداره که برای نیمی نصاب بخونه، اما بچه این نصاب را میتونه برای بخونه تکمیل بکنه. صنف 6 تا 12 رو میتونه بچه بخونه اما دختر نمیتونه بخونه. شغل افغانی در سیاسی شنونی که په صفت کې در تویست اوس امرسانی دی یادونه کړي د دای امرسانی به کله پای ته رسیږي؟ تحلیل لري چې امرسانی به پای ته ورسیږي، افغان خوند به وخت بیا مکاتب ته ولاړ شي. کاش که در این بحث همراه ما شما مجنا مجای سمی بود، سخنگوی امارت اسلامی، این برای ما شما وضاحت میداد. بله. و یا از وزارت معارف افغانستان، رضا تسهیلات افغانستان. بله. او برای ما میفهمی امر رسانی کی خط پیدا میکنه. بله. خب طبعا پس برمیگرده به هیئت رهبری امارت اسلامی، خاصتا شیخ عبدالله اخوند که او چی تصمیم میگیره. بله. در این راستا علمای افغانستان که در قندهار هستن، اوها چی تصمیم میگیرن در این راستا؟ ما ضرورت داریم به کادرها، ما ضرورت داریم به تحصیل. بل. ما نمیتونیم که اولاد خود را، فامیل خود را، عضو فامیل ما و شما مریض شه و ما دکتر نداشته باشیم، او را بر مردم که اجازه نمیدیم او را تداوی بکنه، این چی بکنه؟ بل. باز زمین خود بفروشه، جایداد خود بفروشه، بره به پاکستان، بره به ایران، بره به هندوستان جهت تداوی شدن. بل. هر روز که از تحصیل بر افغانستان میگذره یک سال ما عقب میمونیم. بله. یعنی این میحال ما ده ها سال عقب مانده از تحصیل. که در همین سال ها ما بار با جبران کردنش بسیار مشکل هست. بله. پیسه پیدا میشه، روابط پیدا میشه، اما روزهای سپری شده که دختر افغان، خواهر افغان در خانه مانده و تحصیل نکرده، او را چطور ما میخواییم پر بکنیم؟ بله. شاید ما و شما در خانه خود اولاد خود را تربیه بکنیم. بله. چرا که در طول 20 سال لیسانس و ماستر هر کدام در خانه خود دارین. بله. اما او کسی که در قریه و در قصبات هست، او نتوانسته دخترش تحصیل بکنه، دو سال ایره کی میخواه باز جبران بکنه؟ این عقبگشت اجتماعی فرهنگی هست. بله. و این به افغانستان نیست. بله. افغانیار صاحب، بس که اسلامی امارت نړیوال سره تعامل کوي، سره ول تعامل باید وکړي، ستاسو په فکر تعامل بر مبنای تعریف منافع مهمترین اصل است. ما گفتیم و باز میگیم در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. اگر شما فکر بکنید که امروز جامعه جهانی امارات اسلامی را به خاطر از اینکه حقوق شهروندی را مراد نمیکنه، به خاطر از اینکه حقوق تحصیل دخترها را مراد نمیکنه، به خاطر از اینکه اقلیت ها در حکومت نیست، به رسمیت نمیشناسه، این اشتباه است. این یک بسیار یک اشتباه سیاسی هست. ما این فکر بکنیم اگر امروز برای زیاد دموکراسی مطرح بحث می بود، حکومت همشهور مطرح بحث می بود، حق تحصیل مطرح بحث می بود، آیا در زمان جمهوریت را که ما و شما درس خواندین، ایفای وظیفه کردین، به هزارها مکتب خیالی به کجا بود؟ بله. در قریه، قصبات جی پی اس نشان میده که نمیج یک مکتب است وقتی که میری زمین خالی است. اما به میلیون ها افغانی پیسش را جناب وزیر صاحب را بر خود برده بود، باز رفت اروپا و امریکا، باز پس وزیر صاحب آمد تحت نام رجعت سیاسیون.
آیا این رو برای ما وضاحت داد؟ به میلیاردها کتاب، به میلیاردها افغانی پیسه چاپ کردن کتاب شد. صفحه اول به صفحه 20 بود، 20 به صفحه اول بود. این رو کی پرسان کرد؟ در طول 20 سال حضور خارجی ها که بر ما حکومت همه شمول میگن، آیا ما حکومت همه شمول در کابل داشتین؟ دروازه های عقل نمیکندن؟ بله. و پارلمان سنا قانون اساسی داشتین و به خاطر حمایت از قانون اساسی چقدر مردم با شما جنجال دید؟ قانون اساسی را اعضای پارلمان زیر پای نمیکردن، اعضای سنا پارلمان زیر پای نمیکردن. بله. میگن که حکومت همه شمول بسازن، رئیس جمهور در عقششته بود، والی تعیین میکرد، والی از سرای شمالی اوس رفتن نمیتونست. بله. یا رهبر یا کفن میبود، کلی کفن میپوشید، میگه والا اگه بری پیش. بله. ببخشید وقتی یک ولسوال تغییر میداد، ولسوال پس کردن نمیتونست. وقتی قماندان والی و ببخشید وزیر داخله قماندان امنیت تعیین میکرد، دفتر قماندان امنیت به وزارت داخله میبود. اگر این والی تعیین میکرد، معاون والی ازو بود. بله. اگر این ولسوال تعیین میکرد، معاون ولسوال ازو بود. اگر این عامر حوزه تعیین میکرد، عامر اداری حوزه کسی دیگه می بود. هر کس به او کسی که او را تعیین میکرد جوابگو بود. ایج حکومت همه شمول ما کجا بود؟ شه. در هر گوشه افغانستان یک بیرق نبود، در نیمه کابل بیرق بازی نبود. بله. خون مردم به خاطر بیرق ریختانده نمیشد. بر روی مردم که مرمی نمیخورد. بله. نفر داخل شهر گشته نمیتونست. یک عامر حوزه کار خود کرده نمیتوند. آیا همین هلیکوپترهای نظامی ما و شما از طریق موشک هایی که از ایران آمده نشد؟ اون نفرش مشخص نبود، نفرش تونستن بگیرن، از او پرسان بکنن که تو چیکار هستی که هلیکوپتر نظامی را زدی و اوج چند نفر پیلوت را شهید کردی؟ گپ میزنه میگه حقوق شهروندی از حق قوم ما کجا شد، مذهب ما کجا شد؟ یعنی سطر شهر نپرسان رسیدن. بله. خب ببینین امروز، ببینین وقتی ایرانستان همین لحظه اعلام میکنه که شما طالبان حکومت همه شمول داشته باشین، ایج اقلیت های مذهبی مطرح بحث است. خب برادر امی اقلیت مذهبی برادر افغان ما است، اگه شیعه است، تا معاون دوم ریاست جمهوری در تکت انتخاباتی نبود؟ بله. بلکل. در پارلمان صدها نفر نبود؟ بله. در ولایت ها نبودن؟ حتی به امو بحث تجزیه افغانستان در او مطرح بحث نداشتن؟ بله. هرات محیط زندگی ام هست، خوب یادم است که کی والی آمد و او والی چی میکرد و به کی تذکره میداد، به کی زمین میداد و حرفش چی بود. همو ایرانی ها به میلیارد ها تومان خود مصرف کردن بالای افراد و اشخاص مشخص در استانقل محیط زندگی ما است، آمدن زمین خریدن و به هزارها جریب زمین که اونجا شهرک بسازن. در دور قبل امارت مردم خیستن برای گفتن ما زمین برتون نمیدیم. همو رفت گم شد، باز پیدا شد، آمدن گفتن پیسه تون رو بگیرین. اوها به او اندازه سر افغانستان پروژه داشتن که در شهر، در مناطق مرزی افراد و مردم وابسته به خود در اوج داشته باشن. بله. اما امروز در حاکمیتشان 26 میلیون اهل تسنن در ایران شهروند درجه 3 و درجه 4 هست. 26 میلیون اهل سنت در تهران که پایتخت مذهبیش هست، حکومت خامنه ایش هست، خمینی ایش هست، یک مسجد نداره. اگر داره همی پیام را همی وزیر امو سفیرشان که در کابل ششته است، یک افسر استخباراتی است، بر ما رونما بکنه. در کابینه ایران کدام اهل سنت وزیر هست، معاون وزیر هست؟ کدام اهل سنت در ایران به عنوان والی هست، حتی ولسوال هست؟ بله. کدام اهل سنت در ایرانستان به عنوان سفیر دارن در کشورهای دنیا اعلام بکنن؟ بله. وقتی که 26 میلیون اهل تسنن رو به عنوان درجه 3 و 4 قبول داری و ایج حاکمیت هست که در او حاکمیت شیخ الحدیث هست و او هم اهل تسنن هست، شما فکر میکنی که ایرانستانی رو قبول میکنه؟ طبعا نمیکنه. او تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیش در حکومتداری را میخواهد. هرات گفت محیط زندگی ما است، اسلام قلعه خانه ما است، این حافظه تاریخی است. 22 سال یا 21 سال قبل دور قبل امارت اسلامی که طالبان بود، ایرانی ها همراه حزب وحدت آمدند، یک شب و یک روز در اسلام قلعه بودند. بله. با متربس مرمی خالی میکردن، با متربس مهمات خالی میکردن، کنسرو لوبیا و نخود خالی میکردن که بیان هرات را بگیرن. بله. عسکرای امارات که طالبان وقت بود که یک کلاشینکوف و پیکا یارا تا به تایباد برد. بله. امروز ایرانی ها خوب میفهمه که 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی امریکای جماند و ترامپ اعلام میکنه بعد از امریکا کشور دومی که اگر سلاح بفروشه او کدام کشور است، میگه افغانستان هست. بله. امروز این موضوع مطرح بحث است. بله. ما در افغانستان ایجاد اتحاد و انسجام همدیگر پذیری بکنین. بله. که ایج چشم ایرانستانی. بله. چشم افغانستانی با حکمت بله. نباشه. افغانیار صاحب دغه د زورواکی لړۍ خوست ختمه سوی، تاسو تر ما شپ پوهیږی او خبر هم سو ټول لیدونکو پوهیږی. تیر ته پکاتو اوس مثلا تاسو یو یادونه وکړه چې یو والی به چانه سوی تعینولی، اوس خود لړۍ څنګه ارزوي؟ ببینین وقتی که موضوعات رو ما تحلیل میکنیم و تجزیه میکنیم، شاهد بحث ما و شما ملت افغانستان است. من مدر گذاشته هم گفتیم سرم زمشت حوادث فرو نمیآید، سر مبارزه سر نیست صخره سنگ است. از این میز بالای هیئت رهبری امارت اسلامی انتقاد میکردیم و بالاشون میگفتیم بیاین افغانستان ما شما گپ بزنیم. بله. و امروز هم خوشبختانه در کابل هستم، در وطن خود هستم، تا یک لحظه هم نبرم. بله. افغانیار ببینین در سطح رئیس الوزراء عوض میشه،
کسی یک انتقاد نمیکنه. بله. شما در نیمه کابل یک عمر حوزه رو پس میکردین. بله. باز میدیدی که در دروازه های ارگ چقدر نفر ساده است که تو عمر حوزه رو پس کردی. تو ولسوال صاحب که اینجا 40 سال میشه حاکمیت کرده و تو را پس کردی. تو را میموندن؟ نه. از این سرای که پیش روزون شما میری مظاهره نشد. بله. دفتر یونیما را در ندادن. به خاطر چی در دادن؟ آیا به خاطر نیمه قماندان و قماندان بازی نبود؟ بله. امروز کجا هستن امروز رهبرای میلیونی؟ من انتقادم این هست. بله. همین رهبرای میلیونی که حالا رهبر خانه شدن ریموت کنترل پیش از اخبار میبینن کجا هستن برادر شما؟ شما وقتی میگفتن ما قوم دارین ما ملیت دارین ما اگر نباشین افغانستان هیچ کس نیست شما کجا شدین؟ همون وجدانتان همون غیرتتان کجا هست؟ مردمتان از گشنگی مرد گرده های خود فروختن شما میلیاردها دلار دوزی کردین باز رفتن به اوج ششتین گفتن ولی ما افغان قبول نداریم او حالا رفتی دی ان ای تا چک کردی معلوم شد که تو افغان نبودی اگر افغان نبودی چرا معاونت ریاست جمهوری آمده بودی بله امروز به تهران ششته هستی خانه شانه خامنه‌ای رو ماج میکنی پای اولاد افغانستان را به سوریه و یمن شما نکشاندین امروز پای اولاد افغانستان عسکر افغانستان افسر افغانستان که باید ایج خدمت به وطنش میکرد او را شما به جنگ روسیه و اوکراین شما نمیکشانین بله تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی هدفشان هست آیا پنجابستان در مقابل ما خوبی را میخواد یعنی افغانیار صاحب کوم کسان چې پتیر کې و ټول نه یادوم ځنی ځنی په نظامی برخه کې دی ګټي وی په جګړه کې در جنگ هیچ وقت بر ما شما موافقت نیست بله زموږ تو افغانان د فار کم چا مول سوغوخ توان لیدي د دی ګټي وی وسول د بهر ځنی ځنی لا د جنگ شوار ما امیر میگم ما بارهای را گفتم در پهلوی ازی که ما یک ډاکټر طب هستم ما پولیس مسلکی خوندم بله و شاید هزارها همسینفی هم مسلک صدا می بشنوا با افتخار گفتیم که عسکر بودیم افسر بودیم و حالا میگم با افتخار افسر هستیم عسکر هستیم بله هدف از این تامین امنیت مردم ما بوده و مردم ما هست بله هر حاکمیت بیایه و بره افسر و عسکر وظیفه خود دین خود در قبال مادر وطن افغانستان انجام میده ما برازیا میگیم وقتی که شما میگفتین وطن کجاست وطن بله. وقتی که میگفتین مردم کجاست مردم ما اگر فشار هست اگر نابرابری هست اگر تهدید هست اگر ناآرامی ذهنی هست بازم مردانوار انمیج استاد هستیم از وطن خود میگین از مردم خود میگین همه چیز را میفهمین کشته شدن را میفهمین تهدید را میفهمین توهین را میفهمین بله. و انتحار هر چیز را میفهمین بله. اما بله. با ذهن باز و وجدان آباز برای امارت اسلامی میگین بیا به ملت خود مراجعه بکن باز نگذار که حکومت حاکم شبه حکومت کابل افراد اشخاص گروپ ها شبه علیه حکومت کابل به تأکید میگم هرات خانه ماست اسلام قلم محیط زندگیم هست امروز ایرانی ها در فریمان در سرخس در تایبات در بم در کرمان کمپ ها جور کرده در او کمپ ها پیسه مصرف میکنه او کسایی که وجدانشان را فروختن همراهشان همکاری میکنه داستان جریان لری همین لحظه جریان داره بله ما خیانت نیورسیتی اسلامی امارات خان ببینین وقتی که ما امی بر ما نارمی است بله ما تا دیشب امروز هم گفتیم بله. یک برنامه دیگه هم ما گفتیم وقتی که شما میگین تروریسم شما تروریسم در معنی بکو که تروریسم چی هست وقتی که خودت ایرانستانی وقتی که خودت پنجابستانی در کشور خود کمپ داشتی و کمپ داری و در اون کمپ باز هم مخالفین پروری میکنی هدفت همسایگی خوب هست اگر خوب هست خود در طول 40 سال خود دیدی به هیچ چیز نرسیدی بله امروز پاکستانی ها با تی تی پی تحریک طالبان در جنگ هستن تا دیروز فتوا میداد برن به افغانستان امروز فتوا داده نمیداره به افغانستان برین شما جنگ بکنین چرا که در رأس حاکمیت یک شیخ الحدیث هست ولی ها و وزیرها کلی مفتی هاست بله میگم ما به چین گفتین بالای طالبان فشار بیار که ما را تی تی پی بشونه خب طالبان خب 22 ماه میشه حاکمیت میکنه شما 20 سال میشه با تی تی پی در جنگ هستین خب شیطانتون به کجا هست بله آیا زمان جهاد و مقاومت کمپ ها به موجه که بود تا میحال همون کمپ ها نیست ایرانستانی ها از خمینی تا به خامنه ای میگه مرگ به امریکا شیطان بزرگ امریکا بله. همون شیطان بزرگ امریکا پدر معنویتان انگلستان مادر معنویتان آخرین عسکرش از میجه برآمد اما امروز هم روزانه هزارها مهاجر را از مرز استنقلر از مرز میکنن به خاطر که شما بر ما آبهای مفت هیرمن را بر ما ندادین سالانه میلیاردها متر مکعب را شما بردین در هر ثانیه 12 متر مکعب بله در هر ثانیه 14 متر مکعب هم شما اضافه بردین و به طول 40 سال هم به ما چی دادین شما؟ پس دادین به ما؟ بله. همون مازادش را بله. ندادین آیا شما به فکر بلوچ ها هستین؟ بله. اینجا هیچ گاهی فکر بلوچ ها نیست ایرانستانی ها چی میگه؟ ببخشین میگه 26 میلیون ما با سنی ها در تضاد هستم با 4 میلیون کرد در تضاد هستم میشه 30 میلیون با بیش از 10 میلیون بقایای حکومت شاه ما در تضاد هستم میشه این میشه 40 میلیون بله. 40 میلیون افغانستان میشه 80 میلیون او این محاسبه را نکرده بود
آمد یک نفهم استخباراتیش به اثبات شد، میگه اگر ما هر موشک که به افغانستان بفرستیم 8800 موشک میشه. خاطر تو میگه فکر نمیکنی وقتی که 4 میلیون مهاجر اوجه هست، از این 4 میلیون حتما 2 میلیون زو با غیرت هست. بله. او 2 میلیون که کلمه قلم خودم برایه، کلمه قلم برایه، با چشم هر کدوم تان که بزنن به یک ساعت که بس درایه و برایه 2 میلیون تان کور میشن. بله. اگر بس منافع ملی باشه، هم افغان ها اینجا نی ازبک هست و نی هزاره هست، بله، نی شیعه و نی سنی، مگر او شیعه هایی که علیه با شما چی میگن نمو مختلط سیاسی دارن و با هم خیشی و وصلت کردن. بله. او میگه افغانستان وطن ما هست، هر کس که به طرف وطن ما چشمش گد ببینه چشمش میکشه. بله افغانیار صاحب دغه د بو یادونه تاسو وکړه، 13 ورځ د ایران د بهرنی چار وزارت فیاند ویلی وچ په دې برخه کې پرمختګ سوی او د اسلامي امارات سره په خبرو کې مخته تللی، یعنی پرمختګ ډیر سوی. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه، یا په دې برخه کې پرمختګ سوی اسلامي امارات بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی؟ تاسو نظر څه دی؟ این مشتوری سیاسی هست. بله. وای نه میفهمن که حکومت فعلی افغانستان امارت اسلامی بر مبنای تعهد با مردم حاکمیت را گرفت. همون مردم در قریه و قصبات بودن، در ولسوالی ها بودن. امروز ما خود ما آب خوردن نداشته باشین، بله، او آب خوردن ما را روان کنه به ایرانستان به عنوان یک شهروند، بله، ما خودم نمیمونم. دیش هر روز از پاشا دروازه خانه ما میگذره، مردم موجه کشت کارشان او خوردن نداشته باشه، این او بره به ایرانستان بره، چانیمه ها کنده او، وقتی که او میای سالانه 2 میلیارد دلار پیسه آب شیرین را به کویت میفروشه، او پیسه را بر مردم زابل و زایدان داد، بر زایدانی و بر زابلی و بر علسانت گفت که ما سالانه از چانیمه ها آب شیرین را میکشم به کویت 2 میلیارد دلار میفروشم، بین حق شما باشه. اینجا هدفش این هست که او خود با میلیون ها اهل تسنن، با میلیون ها کرد، با میلیون ها بقایای حکومت شاهی نمیخواد مواجه بکنه. بله. وقتی که او تجربه 20 سال قبل ما گفتم داشت، که با پیکا و کلاشنکوف با طیبات رفته بود، امروز او بشکه هایی را که بوها نشان دادن، بله، او میفهمه که ما بین از او کشمش نخود خونه است. بله. یا اون موشک که او میگه ما یک موشک ما 800 موشک میشه. بله. بله افغانیار صاحب ډیر مننه پرستی که به دغه د کډوالی موضوع تم راستم، تر ډیر پر ګاونډیان او پر اړوند یا مربوطیږي ایران او پاکستان، تر ډیر پر افغانان په ایران او پاکستان کې زورول کیږي، په نور بهرنی هیوادونو کې هم. اوس کدی د افغانستان ګاونډي وي، مثلا پاکستان یا ایران، ولې افغانان زوروي؟ سیاسي اړخ لري؟ ببینید، کاش که این دو کشور مسلمان نمی بود و نامشون اسلام نمی بود. بله. ای هم میگه پاکستان، او هم میگه ایرانستان، او هم در رأسش خامنه‌ای شش میگه اسلام مرز نداره، ای هم فتوا میدن همیشه به خاطر افغانستان. بله. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. بله. این نشانهای منافق هست. بله. منافق یک دستش پیش هست با تو دست دوستی میده، بله، اما با دست دیگهش خنجر است، به او تو را ضربه میزنه. بله. احزاب هفتگانه و هشتگانه را برای ما کی ساخت؟ آیا همی ایران و پاکستان برای ما نساخت؟ بله. میلیاردها متر مکعب آبای سرشار طبیعی ما رو او میخواین. در قبال هر مهاجر افغان ایران 4 دلار میگیره، پاکستان 4 دلار میگیره. 4 میلیون مهاجر میگه که در ایران ما میزبان هستیم. 4 ضرب 4 کنه 16 میلیون دلار. پاکستان میگه من میزبان 6 میلیون هستم. 6000 به 4 کنین میشه 24 میلیون دلار. 24 میلیون و او هم 16 میلیون میشه 40 میلیون. بله. روزانه 40 میلیون دلار را به اساس گزارش های سازمان ملل که یا میگن یا پیسه میگیرن، اینو شما ضرب ماه کنین، ضرب سال کنین، اینو ضرب 43 سال کنین. و از بازوی توانای مهاجرین ما کارهای شاقه، سرکایشان ساخته شد، باغایشان ساخته شد، دامداریشان شد، صنعتشان شد، او میخواد که افغان پس داره افغانستان بیاید؟ نه. بله. پس با راه‌ترین راه چی هست؟ جنگهای نیابتی را گرم بکنین، افغانها را در مقابل هم استاد بکنین، باز ما میزبان شوین. تاجیکستان هم میگه ما برتون کم جور کرده بودیم، موجه حمام هم داره، بیاین مهاجر شوین. ترکمنستان هم میگه من ناآرام هستم. بله. اما خودشان هم میزبان هست. میزبان کی هستن؟ کسایی که شیشته هستن جنگ فیسبوک کی میکنن. بله. آیا با جنگ فیسبوکی موفق میشی؟ مرد هستین، غیرت دارین، وجدان دارین، افغان هستین، همون شکلی که ما همه چیز قبول کردیم داخل افغانستان هستیم، لازم هستین بیاین استاد شوین به خاطر وطن خود. بله. اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری رو مدیریت بکنین. بله. نه به خاطر منافع ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آمریکا. دیرمانه. اگر چنین کردین موفق هستین، و اگر نکردین در تاریخ باز شما ملامت هستین. بله. دیر دیر من نه افغانستان د واحد ملت دی والی بهیر مشر ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل در وخت نرمالتیا کا. در نول دن کوستاست ملتیا ګډون څخه نړی من دا ودنن خبر.